سرخط خبرها. هشدار سازمان صحی جهان درباره مرگ و میر مادران و کودکان در افغانستان. این سازمان میگوید در 24 ساعت گذشته 24 مادر و 167 کودک به دلیل امراض قابل پیشگیری جانهای خود را از دست دادند. اکثریت ځینې نړیوال ادارات وي چې هغوی ځینې راپورونه د حقیقو پر اساس باندې نه خپروي، ځکه چې دا وروستیو کې د روغتیا نړیوال سازمان له لورې چې کوم راپور خپور شوی چې په افغانستان کې په هرو څلویښتو ساعتونو کې څلویښت میندې خپل ژوند له لاسه ورکوي. دا د واکنش امارت اسلامی در مورد خواستها برای تشکیل حکومت همه‌شمول. ذبیح الله مجاهد میگوید تشکیل حکومت موضوع داخلی افغانستان است و کشورها نباید در این زمینه مداخله کنند. امارت اسلامی افغانستان بارها تاکید کرده که نظام کنونی همه شمول است و این موضوع شمولیت و عدم شمولیت مربوط به افغانستان و افغان ها است، موضوع کشورهای بیرون نیست. آغاز کار ساخت تاسیسات در گمرک اسلام قلعه. شرکت انکشاف ملی کار ساخت تاسیسات و امکانات مورد نیاز در گمرک اسلام قلعه را آغاز کرده است. و کشته شدن 9 تن در کشمیر هند. حمله مسلحانه به یک بعض در کشمیر هند 9 کشته و 33 زخمی بر جا گذاشت. سلام و شب بخیر. به مجموعه خبری ساعت 8 خوش آمدید. امروز دوشنبه 21 جوزای سال 1403 هجری خورشیدی است. من داریوش احمدی هستم. مشروع خبرها. سازمان صحی جهان میگوید که در افغانستان روزانه 24 مادر و 167 کودک به دلیل امراض قابل پیشگیری مرتبط با بارداری و زایمان جانهای خود را از دست میدهند. این سازمان با نشر این آمار میافزاید که به دلیل کمبود بودجه در کل 428 مرکز صحی ثابت و سیار در سال 2023 در افغانستان بسته شدند و اگر بودجه برای کمک رسانی کاهش یابد، آمار مرگ و میر کودکان و مادران در افغانستان افزایش خواهد یافت. وزارت صحت عامه ما میگوید که میزان مرگ و میر مادران کاهش یافته و در 6 ماه گذشته 300 مادر هنگام ولادت جانهای خود را از دست دادند. گزارش از خدیجه کوهستانی. افغانستان یکی از کشورها با بلندترین میزان مرگ و میر مادران و کودکان در حوزه آسیا. آنگونه که سازمان صحی جهان با نشر گزارش تازه‌اش میگوید که روزانه در حدود 24 مادر و 167 کودک به دلیل امراض قابل پیشگیری مرتبط به ولادت و بارداری جانهایشان را از دست میدهند. این سازمان افزوده که برای مقابله با خطرات جدی به 352 میلیون دلار نیاز دارد و اگر بودجه برای کمک رسانی کاهش یابد، این آمار افزایش خواهد یافت. روزانه 24 مادر و 167 کودک در افغانستان جانهای خود را از دست می دهند. این مادران و کودکان به دلیل امراض قابل پیشگیری مرتبط با بارداری و زایمان جانهایشان را از دست می دهند. اگر جامعه جهانی بودجه بیشتری برای کمک های بشری تخصیص ندهد، این آمار در سراسر افغانستان افزایش خواهد یافت. در بخشی از گزارش این سازمان آمده است به دلیل کمبود بودجه در کل 428 مرکز صحی ثابت و سیار در سال 2023 در افغانستان بسته شدند که این امر بر دسترسی بیش از 3 میلیون نفر به مراقبت‌های صحی تأثیر ویرانگری داشته است. سخنگوی وزارت صحت عامه این ارقام را نادرست می‌داند و می‌گوید در 6 ماه اخیر 300 مادر در هنگام ولادت جانهایشان را از دست دادند. اکثریت ځینې نړیوال ادارات وي چې هغوی ځینې راپورونه د حقیقو پر اساس باندې نه خپروي، ځکه چې دا وروستیو کې د روغتیا نړیوال سازمان له لورې چې کوم راپور خپور شوی چې په افغانستان کې په هرو څلویښتو ساعتونو کې څلویښت میندې خپل ژوند له لاسه ورکوي. دا د حقیقو پر اساس باندې ده. څومره ارقام چې له موږ سره شریک شوي دي هغوی سره مکمل تفاوت لري. له موږ سره چې کوم ارقام شریک شوي دي، په د تېرو 15 یا 16 میاشتو کې د 300 په شاوخوا کې په کلینیکونو کې له موږ سره هغه میندو چې د ولادت پر مهال راغلي وي هغوی خپل ژوند له لاسه ورکړی ده. عدم مراقبت های قبل از ولادت، فقر، استفاده خودسرانه از دواها، ولادت های پی در پی و دسترسی نداشتن مادران به مراکز صحی به مرگ و میر مادران و کودکان می افزاید. مادر همی عواملش نمیسته که مادر به کمیته صحی صحت مثلا مراجعه نمی کنه، واکسین های خود نمی گیره، دیگه تداوی اقناق
به هدایت دکتر میگیرن. سازمان جهانی صحت افزوده که شهروندان افغانستان به دلیل بیماری، خشکسالی و سیلاب‌های اخیر با کمبود مواد غذایی و سوء تغذیه روبرو‌اند که در این میان زنان و کودکان بیشتر آسیب پذیرند. امارات اسلامی خواسته کشورها مبنی بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان را بیجا می‌داند و تاکید می‌کند که مطرح ساختن چنین خواست‌ها نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت. سبیح الله مجاهد سخنگوی امارات اسلامی می‌افزاید که بحث همه‌شمول بودن حکومت موضوع داخلی افغانستان است و کشورهای دیگر حق مداخله در این مورد را ندارند. این در حالی است که اخیراً رهبران چین و پاکستان پس از دیدارشان در بیجینگ در یک بیانیه مشترک خواستار ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان شدند. خواست‌ها مبنی بر شکل‌گیری حکومت فراگیر در افغانستان از مواردی است که بارها در کمتر از 3 سال گذشته به عنوان پیش شرط برای تعامل با امارات اسلامی از سوی کشورهای منطقه و جهان مطرح بوده است. اخیراً مقام‌های ایران، چین و روسیه نیز از امارات اسلامی خواستند که به این وعده خود عمل کند و حکومت را متشکل از همه اقوام ساکن در افغانستان ایجاد کنند. تاریخ بیشتر از 40 سال در افغانستان نشان داد که افراطیت و فساد نمی‌تواند منافع ملی، آزادی و عدالت در مملکت ما تامین کند. بنان بسیار ضرورت است که ما یک حکومت متخصص متشکل از افراد که زیستشان به خون و مال مردم آلوده نیست داخل برنامه کنیم تا در برنامه های اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی موفق باشیم. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان و شی جین پینگ رئیس جمهور چین نیز روز جمعه پس از دیدارشان در بیجینگ در بیانیه مشترک خواهان ایجاد حکومت همشمول در افغانستان شدند و نیز از امارات اسلامی خواستند که سیاست‌های معتدل را در پیش بگیرند. ایجاد حکومت ائتلافی از اشخاص مستقی متخصص و با تجربه و متحد با وطن نه تنها خواست جامعه جاری و مساعد بلکه خواست مردم افغانستان هم است. و دومی که اگر طالبای فکر میکنه که کشورهای جهان همسایه بهانه دارن یا هدف دارن یا مرای خود میخواد جبه جای کنن، بنان یا پیش از اینکه وا این پیشنهاد داشته باشن خود طالبا و تغییرات بیارن. اما امارات اسلامی حکومت فعلی را از هر لحاظ همشمول میداند و تاکید میکند که کشورها تعریف واضحی از همشمول بودن ندارن. سخنگوی امارات اسلامی همچنان بحث همشمول بودن حکومت را موضوع داخلی افغانستان می‌داند و از کشورها می‌خواهد که در مسائل داخلی افغانستان مداخله نکنند. امارات اسلامی افغانستان بارها تاکید کرده که نظام کنونی همشمول است و این موضوع شمولیت و عدم شمولیت مربوط به افغانستان و افغان‌ها است، موضوع کشورهای بیرون نیست. متأسفانه که بعضی کشورها مکرراً موضوع را تکرار می‌کنند تا مو نتیجه هم نداده ای خواستشان و دومی که ای خواستشان به جا هم نیست، باید پالیسی تغییر بکنه. چیزی که مرتبط به مردم افغانستان است و مگذارش به مردم افغانستان. علاوه بر ایجاد حکومت فراگیر، مبارزه و قطع رابطه با گروه های تروریستی، تامین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و اقلیت های قومی و اجازه ندادن به تهدیدهای فرامرزی از خاک افغانستان از شرایط جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن امارات اسلامی مطرح شده است. مواردی که امارات اسلامی میگوید همه آنها را برآورده کرده، اما جهان دنبال بهانه‌گیری است. نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان با مقام‌های ازبکستانی در مورد افغانستان دیدار و گفتگو کرده است. توماس وست گفته که با عبدالعزیز کامولوف معاون رئیس شورای امنیت ملی ازبکستان و اسمت الله ارگاشف نماینده خاص آن کشور در امور افغانستان در مورد منافع مشترک فراوان و راه پیشرو در افغانستان گفتگو کرده است. در آستانه نشست دوحه، رایزنی‌ها میان کشورهای منطقه و فرامنطقه در مورد افغانستان بیشتر شده است. در تازه ترین مورد، نمایندگان امریکا و ازبکستان در واشنگتن با هم گفتگو کردند. نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان گفته است که با عبدالعزیز کاملوف، معاون رئیس شورای امنیت ملی ازبکستان و اسمت الله ایرگاشف، نماینده خاص آن کشور در امور افغانستان در مورد منافع مشترک فراوان و راه‌های پیشرو در افغانستان گفتگو کرده است. خرسندم که از معاون شورای امنیت ملی ازبکستان کاملوف و نماینده ویژه برای افغانستان ارگاشف در واشنگتن میزبانی نمودم تا در مورد منافع مشترک فراوان و راه پیشرو در افغانستان صحبت کنیم.
از سوی دیگر روسیه که رقیب آمریکا به شمار می رود ظاهرا برنامه های برای نزدیکی با امارت اسلامی دارد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته است که کشورش برای مبارزه با تروریسم نیاز می داند تا با امارت اسلامی تماس داشته باشد. برخی از وبلاگ نویسان و روزنامه‌نگاران به این واقعیت که روسیه با جنبش طالبان دولت کنونی افغانستان در تماس است واکنش عصبی نشان می‌دهند. ظاهراً کسانی که در مورد این موضوعات می‌نویسند متوجه نیستند که راه حل مشکلات مانند مبارزه با قاچاق مواد مخدر، تروریسم و جنایات سازمانیافته در واقع نیازمند تماس است. از سوی دیگر، امارت اسلامی هم سرگرم رایزنی ها در مورد بررسی ابعاد و آجندای نشست دو هست و پس از بررسی ها اعلام خواهد کرد تا در این نشست اشتراک کند یا خیر، هرچند که هنوز مطالبات امارت اسلامی از این نشست نیز روشن نیست. ای که نماینده امریکا با کشورها ارتباط میگیرن و صحبت ها میکنن مرتبط با آنها است، ولی چیزی که مربوط به افغانستان است این است که اگر حکومت حاکم که امنیت را تانسته برقرار بسازه و سیستم حکومت داری را منظم بسازه، سریکار از باید با او همکاری صورت بگیره، همچنان تلاش صورت بگیره که ثبات و امنیت را که داریم برای فعلا همکاری شان. بسیاری ها باور دارند که نشست های منطقه می تواند فرصت برای انتقال پیام کابل به جهان باشد. این برای زنده نگه داشتن حل سیاسی افغانستان و جستجوی یک راه حلی که مشکلات اساسی مردم افغانستان که عبارت از مشکلات سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی است، باید جهان جستجو کنند و کمک کنند و حاکمان فعلی به او تن بدن. بله، زنده بودن قضیه افغانستان و تدویر کنفرانس ها به نفع مردم افغانستان است. قرار است نشست سوم دوحه به میزبانی سرمنشی سازمان ملل متحد و حضور نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان در پایان ماه جون در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. همزمان با برگزاری نخستین نشست وزیران خارجه کشورهای عضو بریکس در روسیه، امارات اسلامی میگوید که تلاش میکند تا عضو این گونه سازمان ها شوند، زیرا افغانستان تعاملات گسترده اقتصادی با بسیاری از کشورهای عضو بریکس دارد. در این نشست وزیران خارجه بریکس در مورد همکاری ها در چارچوب بریکس و مسائل منطقه‌ای و جهانی بحث میکند. اولین نشست وزیران خارجه کشورهای عضو بریکس در روسیه برگزار شد. در این نشست وزیران خارجه بریکس در مورد همکاری‌ها در چارچوب بریکس و مسائل منطقه‌ای و جهانی بحث کردند. افغانستان در حال حاضر با بسیاری از کشورهای عضو بریکس روابط تجارتی دارد و فعالیت‌های این سازمان نیز بر همکاری‌های تجارتی متمرکز است. از این رو امارت اسلامی می‌خواهد تا عضو این سازمان شود. امارت اسلامی افغانستان میخواهد عضو فعال جامعه بین المللی باشد و خوشبختانه حضور ما در سازمان های منطقه‌ای مثل اکو، سارک قابل توجه است. همچنین ما خواستار عضویت در بریکس هستیم، چون تعاملات اقتصادی گسترده با کشورهای عضوی سازمان داریم و عضویت افغانستان میتواند مبادلات گسترده اقتصادی را بین ما و کشورهای تاثیرگذار منطقه در پی داشته باشد. شماری از آگاهان نیز میگویند که افغانستان در حال حاضر عضو برخی از سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای است، اما برای عضویت در این سازمان نیز امارت اسلامی تلاش کند. همه از اینا را دعوت می‌کنیم در افغانستان تا اینا بدون از اینکه رقابت قاتلانه امری که داشته باشند رقابت کنند به منظور رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی افغانستان و آرامش افغانستان و رسیدن افغانستان به سوی یک تفاهم کلان ملی. شرکای عمده تجارتی و اقتصادی افغانستان در این نشست شرکت می کنند. فرصت خوب پیش می آید در قسمت گسترش تجارت دو جانبه افغانستان و مذاکرات بیشتر تا به این نتیجه برسیم که شرکای تجارتی افغانستان بیشتر از افغانستان چی توقع دارند و چی می خواهند. در اولین نشست وزیران خارجه کشورهای عضو بریکس، ایران نیز به عنوان یک عضو رسمی در آن اشتراک می کند. در دیدارهای دو جانبه‌ای که در حاشیه این نشست برگزار میشه با کشورهای مختلف عضو بریکس، موضوعات دو جانبه منطقه‌ای و بین المللی رو مورد بررسی قرار بدیم. روز بعد هم که
مجموعه کشورهای در حال توسعه نشست اضافه میشن به نشست کشورهای عضو بریکس، اون هم یک نشست مهم و قابل توجهی هست. بریکس نام گروهی از کشورهای به رهبری قدرت‌های اقتصادی نوظهور است که عنوان اختصاری آن از حروف اول نام انگلیسی کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی گرفته شده است. سرپرست بانک مرکزی با نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان در مورد توسعه خدمات مالی گفتگو کرده است. هدایت الله بدری گفته است که این بانک متحد به توسعه خدمات مالی به تمام نقاط کشور است تا شهروندان بتوانند به راحتی به خدمات مالی ارزان و با کیفیت دسترسی داشته باشند. روزا اوتنبایوا نیز در مورد اهمیت دسترسی مردم به خدمات مالی تاکید کرده و گفته است که در این زمینه بانک مرکزی را همکاری خواهند کرد. دیدار سرپرست بانک مرکزی با رئیس یونما در افغانستان. در این دیدار دو طرف در مورد توسعه خدمات پولی و دسترسی آسان شهروندان به خدمات پولی گفتگو کردند. هدایت الله بدری گفته است که با توجه به شرایط فعلی کشور مقررات وضع شده است که با اجرای آن مردم به راحتی می توانند قرضه های کوچک دریافت کنند. با گفته آقای بدری دسترسی مردم به قرضه های کوچک سد فقر را کاهش می دهد و به ایجاد شغل کمک می کند. پدی غونده که در افغانستان بانک در طول و سرپرست رئیس یادونه وکده چه در افغانستان بانک در مالی خدمتون و در پراختیا لپاره داسې مقرری او قوانین او چارچو کارتونه رامنځته کړي دي چې په پلي کېدو سره به یې درانه هیوادوال وکولی شي چې په اسانه توګه پورونه ترلاسه کړي او په دې وسیله به د هیواد په اقتصادي رغښت د دندو په رامنځته کولو او د بېوزلۍ کچې په راکمولو کې مرسته وکړي. روزا اوتنبایوا نیز بر اهمیت دسترسی مردم به خدمات مالی اشاره کرده و از همکاری یونما در این زمینه اطمینان داده است. آگاهان نیز میگویند که باید دسترسی مردم به خدمات پولی آسان‌تر شده و مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد حل گردد. زنجیروی سرمایه گذاری باید پیوسی او برنامه ورته جوړی سی. موږ کولای شو چې د اطراف کې د بیوزله خلکو وضعیت بیا تغییر کو، تبدیل کو. دا باید ودری وزارتونه جمع د افغانستان بانک او متخصص افراد و اشخاص څنګه کولای شو موږ خپل ټولنې ته وده ورکو. بانک مرکزی در حال از آوردن تسهیلات در خدمات پولی سخن می‌زند که شماره از تاجران می‌گویند که شرایط سخت به بانک‌های خصوصی گذاشته شده و این شرایط منجر به بروز برخی مشکلات نیز شده است. معین وزارت سرحدات اقوام و قبایل می‌گوید که در بیش از 4 دهه گذشته کشورهای بیگانه از افغانستان به منافع خود استفاده کردند و امارات اسلامی به مداخله‌ها در امور کشور نقطه پایان گذاشته و اجازه نمی‌دهد تا از افغانستان به منافع دیگران استفاده شود. وزارت سرحدات اقوام و قبایل سیستم حاضری مراکز آموزشی اش را الکترونیکی می‌سازد و امروز عملاً کار الکترونیکی سازی حاضری یک از مراکز آموزشیش در کابل آغاز شد. در این سیستم شهرت مکمل، نمرات 3 ساله، نتایج متعلمان مکتب مربوطه نیز ثبت گردیده و برای والدین متعلمان نشان می دهد که پسران و یا دخترانشان وارد مکتب شده اند یا خیر و یا هم چی زمان مکتب را ترک کرده اند. قرار است این سیستم در مراکز تعلیمی این وزارت در ولایت‌های ننگرهار، هرات، غزنی، کندهار و خوست نیز عملی شود. په دغه برخو کې د ښوونځي لپاره د استادانو هغه ټول مکمل شهرت، د زده کوونکو شهرت، همدارنګه د زده کوونکو نتایج چې مخکې مې هم یادونه وکړه، د زده کوونکو دپاره شوقي نتایج، دغه ټول پروژه چې په یو ښوونځي کې چې کوم پروسیجر شامل دی، ټول پروژه له خپل ځان سره په خپل غې کې نیسي. معین وزارت سرحدات اقوام و قبایل در افتتاح این سیستم میگوید که در پیش از 4 دهه گذشته کشورهای بیگانه از افغانستان به منافع خود استفاده کردند و امارت اسلامی به مداخله ها در امور کشور نقطه پایان گذاشته است و اجازه نمی دهد تا از افغانستان به منافع دیگران استفاده شود. نن الحمدلله په وطن باندې هغه څه چې موږ 40 کاله دغه لپاره مبارزه کړې ده چې هغه اسلامي نظام نن الحمدلله دا اسلامي نظام د موږ تاسو په خاوره باندې حاکم ده. خدای تعالی د موږ تاسو ته توفیق راکړي چې هغه په خپل ځان باندې اوس تطبیق او پلي کړو. هیڅ کس را من بعد امارت اسلامی افغانستان اجازه نخواهم داد که از سرحدات کشور ما به کشور ما عبور نماید و در اینجا مخالفت های را بدبختی های را نصیب این کشور ما کند.
برخی از استادان و معلمان میگویند که با راه اندازی این سیستم کارهایشان شفاف خواهد شد. سیستم آنلاین حاضری بسیار یک سیستم موثر تمام میشه و بهتر هم برای شما معلوم است، برای همگی معلوم است که در غلی شفافیت دما بین میبره به حساب اونمو کسایی که آن تایم نمیاد درس خود و کسایی که اسکیپ میکنه از حاضری خود یا از چیز خود و میتونه که بعد از این وقت حاضر شوه. په دې سیستم سره ډېرې سهولتونه مکترم ډېری سهولتونه مکترم مسته کېږي چې په حاضري کې درغلي ورکېږي، شاګردان سین ته حاضرېږي، همدارنګه استادان خپلو درسونو ته په وخت باندې حاضرېږي. کوم کلمي سیستم چې اوس یې هم لاجریان لري او د دې نه وروسته به آنلاین شي، دا داسې ځینې استادان شاګردان سین ته ناوخته راسي یا لیسې ته ناوخته راسي، نو له دې نه وروسته به دا فساد او اداري فساد ډېر کم سي، له منځه به تلاړ سي. با این همه خواست معلمان این مکتب این است که ظرفیت استادان نیز بلند برود و زمینه فراگیری کارهای عملی نیز برایشان فراهم شود. یک مرد در ولایت زابل در سن 54 سالگی خود را شامل مکتب ساخته است تا از نعمت علم به بهره نماند. این مرد که عبدالهادی نام دارد میگوید بیشتر عمرش را در مبارزه با نیروهای شوروی و آمریکایی ها سپری کرده، از این رو نتوانست به درس و تعلیم در وقتش بپردازد. او با این کار به جوانان پیام میدهد که برای درس و تعلیم هنوز دیر نشده است. محسن‌ترین متعلم مکتب در ولایت زابل، عبدالهادی نام دارد، باشنده شهر قلات مرکز ولایت زابل است. 54 سال سن دارد، پس از سالها مبارزه با نیروهای شوروی و امریکا در افغانستان، حالا تفنگ را بر زمین گذاشته و قلم به دست گرفته تا علم بیاموزد و بقیه عمرش را در این را صرف کند. در روسان پا وقتی در مجاهدین پا وقتی مقابلیت در روسان مقابل تو داردم ترسو چه اختتان در روسان ورکس بوده او بیا مجاهدین بریالی شده پر کورونا شد. تر هغه وقت پوری چې بیا د امارت اسلامی افغانستان په اول سب کې بیا در اپرت شدم مر سبکان ویل سبکان و پیر شود. عبدالهادی میگوید که میداند در سن 54 سالگی یادگیری درس ها برایش سخت است، اما میخواهد برای جوانان پیام دهد برای درس و تعلیم هنوز فرصت را از دست ندادند و باید به یادگیری علم بپردازند. نو هم جنیت دارسته هم اثر مرکز در افغانستان اسلامی هواد تر خفل جن و هیت کلنده چیری دی او پتن که اثر علم و سرائی سر در آغا تنگرس معاشری و بود خریجه تدارت نسفیده که داکتر وی که انجنری که فیلوتی که تانکیس وی که هر سوی اقا بیش بدن دنیه نواد که لاغ اثر علم و دخل لاتر آگه. عبدالهادی که از صنف هفتم درس را آغاز کرده است، با این کار انگیزه متعلمان دیگر را برای کسب علم و دانش بیشتر کرده است. مش اجازه سابینم مش درد خوشی احساس کوس مش زوانانی باید شاد ذکر او کدی اجازه سب سپین جرال ذکر تا داس د غاور کې مش درد تشویقیر مش ذکر او نو څنګه وکال سای واس په تعلیم کې وزي سعادت لري سي تعلیم مو کې نو د ایواز نه ورته نو ادب دا و چې زوانان ته پیغام ورکم که زما عمر څه هم تیر ده مش ته بچندان پیدا ونه کې زوانان ته یو پیغام ورکو وسې دوی باید راس سالم وکړي ذکر وکړي او دغه د هواد ناخوالو ته د پټه کې. بیش از 14 جنگ در کشور مانند عبدالهادی بسیاری ها را از درس و تعلیم محروم ساخته است و خواسته ها این است که باید دروازه های مکاتب و پنتون ها برای همه باز شود تا افغانستان در کاروان پیشرفت و ترقی عقب نماند. کودکان کارگر در ولایت تخار افزایش یافته است. مسئولان در ریاست کار و امور اجتماعی این ولایت میگویند که کودکان افغانی که قبلا در ایران کارهای شاق انجام میدادند از آن کشور اخراج شده و تعدادشان به ولایت تخار نیز آمدند. هماکنون صدها کودک در ولایت تخار سرگرم کارهای شاقند. اقبال و احمد رضوان کودکان کارگر در شهر طالقان مرکز ولایت تخار هستند که به دلیل نداشتن نانآور خانواده ناگزیرند برای پیدا کردن نفقه خانواده 8 نفری و 11 نفریشان مکتب را ترک کرده و سرگرم کارهای شاق شوند. ما در خانه چیز کارو نداریم، در خانه نفر زیاد هستیم، کار کردن نداریم، مکتب خونده نمیتونیم، روز صدر پا اشتادر پا کار میکنیم، نان شوه، چای شوه، چی شوه، چی کنیم، گیم رخم، پست دیگه. همانند اینان کودکان زیاده هستند که به جای رفتن به مکتب کار می کنند و نفقه خانواده هایشان را تامین می کنند. این کودکان می گویند که اگر حکومت و مشکلات آنان رسیدگی کند به جای کارهای شاقه به مکتب خواهند رفت. نیز بیروز
رنگمالی میکنم نیست بشون مکتب میروم. اگر مکتب براون فامیلم گیش نمیمونم. دیگه از شما تقاضا مندم که هم یک مکنم بریم. مسئولان در ریاست کار و امور اجتماعی این ولایت میگویند کودکان افغان که قبلا در ایران کارهای شاق انجام میدادند از آن کشور اخراج شده و تعدادشان به ولایت تخار نیز آمدند. از مرز نمروز اطفال را شناسایی میکنند و رسما به ولایت تخار میارن و از طریق ما با فامیلشان اقام میشوند که در حقیقت بسیار یک ارقام درشت و یک ارقام زیادی هستند که اطفال زیر سن 18 و تعداد 350 تن توسط یا آورده شدن و ردیمر شدن از کشور ایران. به گفته مسئولان ریاست کار و امور اجتماعی به مقایسه کودکان کارگر و بی‌سرپرست گراف کودکان گدا در این ولایت کاهش یافته است و آنان در یک سال گذشته 700 کودک مریض را به مراکز صحی برای تداوی معرفی کردند و برنامه دارند تا کودکان بی‌سرپرست را جمع‌آوری کرده و مورد حمایت قرار دهند. حال هم خبرهای اقتصادی. شرکت انکشاف ملی کار ساخت تأسیسات و امکانات مورد نیاز در گمرک اسلام قلعه هرات را شروع کرده است. مقام های وزارت مالیه می گویند در بندر اسلام قلعه قرار است یک میدان کلان با مساحت 37 جریب زمین ساخته شود. رئیس عمومی گمرکات کشور می گوید این پروژه را شرکت انکشاف ملی پیش می برد که 232 میلیون افغانی هزینه خواهد داشت. اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات می گوید گمرک اسلام قلعه نیاز به امکانات و تأسیسات کافی دارد، اما طی سالهای گذشته هیچ کار در این قسمت انجام نشده است. قرار است پارکینگ وسایل نقلیه به مساحت 37 جریب زمین ساخته شود. رئیس عمومی گمرکات کشور میگوید که این میدان با معیارهای لازم ساخته خواهد شد که امکانات کافی نیز در اینجا برای تاجران و شرکت‌های حمل و نقل فراهم می‌گردد. داد گمرکات که در طول لوی پروژه ده چه مقدار د پروژه دی تقریبا 202 میلیونه او په 20 جریب مزکه باندې د تشریح میدان جوړیږي او دا به تقریبا د یو کان په زیاته موده کې جوړ شي. د دې پروژې په تطبیق سره به زموږ سوداګرو تجارانو وړونو ته دلته د تشریح او د اموالو د تخلیه په برخه کې لازم سهولتونه او اسانتیاوي رامنځته شي. آنگونه که مقام های وزارت مالیه می گویند در بیشتر گمرکات کار اعمار تأسیسات جریان دارد. میدان تشریع اموال تجارتی، جایگاه موترهای باربری، ساخت گدام ها از پروژه های است که بر اساس نیاز در تمام گمرکات کشور ساخته می شوند. با این حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات می گوید که گمرک اسلام قلعه هرات نیاز به تأسیسات بیشتر دارد. ما 1000 موتر روزانه باید حداقل داخل جمهوری اسلامی شود و بیش از 1000 موتر از جمهوری اسلامی به طرف افغانستان بیاید که متاسفانه این وسایط نقلی که فعلا داخل جمهوری اسلامی میشه و برمیگرده که کالای مردم افغانستان میاره از نظر ما بسیار ضعیف است. رئیس عمومی گمرکات کشور تاکید میکند که به خاطر ایجاد سهولت برای تجار و چگونگی صادرات و واردات تلاش میشود تا تأسیسات جدید در گمرکات ساخته شود و امکانات کافی نیز فراهم گردد. شماری از راننده ها در گمرک اسلام قلعه هرات میگویند که ایجاد تأسیسات و امکانات میتواند روند حمل و نقل را بهتر بسازد. این بسیار سهولت خوبی است. زمستان اینجا گل میشه، اوب ایستاد میشه. ای بسیار کاری نیک است برای تجار، برای دریاورا، همه سهولت است برای می مردم، برای می گمرک. همه بخشا گمرک آسفالت کنه، یک کمی دولخت ها کم میشه، زمستون که میشه اینجا آب و گل زیاد میشه، دم ورودی ها میدون یک متر جمع میشه، ماشین ها که می آید مردم اذیت میشه، تکر میشه داخل گمرک. شرکت انکشاف ملی قرار است تا یک سال دیگر کار ساخت این میدان را تکمیل کند. این صاحب با امکانات و تأسیسات معیاری ساخته خواهد شد تا مشکلات تاجران حل گردد. نرخ ارزها. وضعیت هوا.
از توجه و همراهیتون با مجموعه خبری ساعت 8 سپاسگزار هستم. خبرها در همین جا با پایان میرسد. خدا نگهدار. حامی نشر این برنامه افغان بی سی، سریع‌ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.